باغدار صبحگاهان با خانواده دل به باغ می سپارد تا نصیبش از این گنجینه طلایی شود از جنس معطر. صبح اول واق گروهی با خانواده میایم، آفتاب در میاد این پژمرده میشه. برداشت گل محمدی و پیچش عطر و بوی خوش آن در کوچه باغ ها و نوازشگر مشام رهگذران. مسئول امسا چطور؟ عالی، به حول قوه خدا. اهل خانه همه پرده خواب را کنار زدند و پای کارند. امسال خدا رو شکر محصول خیلی بهتر شده و کیفیتش هم افزایش یافت. نیاز کم این محصول به آب در سالهای اخیر بسیاری از باغداران رو تشنه کاشتان کرده است. امسال با 30% افزایش زیر ششت گل محمدی در شهرستان خوی در سال جاری نسبت به سال گذشته پیش بینی میکنیم 540 تن گلبرج از مزارع برداشت بشه. ما از گل محمد ده ها مربا درست میکنم. من خودم 3 نوع مربا درست میکنم. یک گلشو گلاب میگیریم، گنزشو برای شیرینی تزنات استفاده میکنیم، خشکش میکنیم، تو چای دمنوش میکنیم. برای یافتن ارقام پرمحصول مراکز علمی و پژوهشگران هم پای پیش گذاشتن. همانند آقای کاظمی جوان، مهندسی که در 5 هکتار گلهای محمدی ایران رو گرده هم آورده تا با تکثیر اصولی کمکی باشه برای باغداران. امسال بوته هامون سال 4 رو سپری میکنن و از لحاظ اقتصادی وارد فاز اقتصادی این مجموعه شدیم که برای 50 نفر ظرفیت اشتغال ایجاد شده و ما چون در اینجا انواع ارقام گل محمدی برای مخصوص گلاب، مخصوص مربا و غنچه خشک رو کشت کردیم، امسال تونستیم که محصولمون رو به صورت مستقیم به مصرف کننده عرضه بکنیم. گل محمدی خوی عطر و بوی دیگری دارد و در آن سوی مرزها مشتریان فراوان. کشورهای عربی، حوزه خلیج فارس، عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان ما صادرات این مشتقات این محصول را داشتیم. اما حلقه مفقوده‌ای که سالهاست باعث رنجیدگی باغداران و کشاورزان شده. انتظار میره صنایع تکمیلی و بسته‌بندی برای این محصول ایجاد بشه. گل محمدی در آذربایجان غربی به قزلجول مشهوره و در ادبیات و فرهنگ مردم جایگاه خاصی داره. قزلجول اولمیایده، سارالب سولمیایده، بیر ایرلیق، بیر اولوم هیچ بیر اولمیایده.